درس 2-12 هم حتما میدونید دیگه، مهمترین درس زبان تو کنکور از حیث واژگان. یه خلاصه ای از اون کلمات میگم، خلاصه، بعد از اونا تست نوشتم، بعد یه پاسخنامه تشریحی مفصل دریافت میکنید که همه اون 156 تست رو خیلی خیلی شمرده و با حوصله جواب داده که نمونهش آوردم امروز میبینید. یه جلسه مستقل در که مطلب حرف میزنم، یه جلسه مستقل کلوس تست حرف میزنم. 8 جلسه هرچی که باید تموم کنیم و تموم میکنیم. 2 جلسه آخر فقط آزمون شبیه سازی شده حل میکنیم و حل میکنیم تو کلاس و الی آخر. سوالی که بچه ها خیلی میپرسن و میپرسیدن این بود که همه چیزو میگید؟ بله دیگه همه چیزو میگم، 10 و 11 و 12. اگه جایی مجبور باشم به پایه گریزی بزنم، این گریزو میزنم. مثلا من میخوام گذشته استمراری درس بدم، مجبورم یه گریزی بزنم به گذشته ساده، بله این کارو میکنم. سوال بزرگتری که بچه ها میپرسن اینه که از صفر صفر میگید. من نمیدونم واقعا صفر صفر کجای زبانه، ولی خودتون کلاه خودتون رو قاضی کنید. من توی 8 جلسه میخوام همه چی رو بگم و تست بزنم و توی 2 جلسه هم میخوام آزمون شبیه سازی شده حل کنم. اصلا منظورم این نیست که اگه صفری به دردت نمیخوره، اصلا منظورم این نیست که اگه صفری خیلی به دردت میخوره. من استدلالم اینه، میگم نکته و تست یه جور تدریس و دوره سریعه که باعث میشه اگه من خوب درس بدم که سعیمو میکنم و اگه شما همراه باشید و تکلیف ها رو انجام بدید، برای هر کسی یه افزایش درصد معقولی داره. اینو باید بسنجید بعد تصمیم بگیرید، که خدای نکرده من معلم شرمنده و مجبور نشم اینجا جلو دوربین برای ترغیب شما به حضور در کلاس اسم یه درصدی رو بیارم بگم اگه بیای حداقل اینقدر میزنی. نمیدونم، من هیچ قولی نمیدم. تنها قولی که میدم اینه که من تمام تلاشمو میکنم، هرچی بلدم و میگم، از وقت شما کم نمیذارم و تستایی مینویسم که اگه بچه جامعه و نوبانم بوده تو کلاس ندیده، تو کتاب خیلی سبزش ندیده، اگرم مخاطبم بوده تو کشور تو کلاسم نبوده ولی کتابامو داشته تستاشو میزده آزمونامو میدیده، اون تستا رو اونجا هم ندیده، تستا تکراری نیست. همین. و اگه اجازه بدید هم برای دوره بچه‌هایی که هیستایی خوندن، هم برای بچه‌هایی که با من کلاس نداشتن و میخوان ببینن فلانی چجوری درس میده، من یک کم درس بدم، بعد توی فواصل دوباره این سوالای پراکنده رو جواب میدم اگه موافقید. آه این سوال خوبیه، سوال خوبیه. ما آیا به کتاب خاصی بچه ها نمیشن خیلی سبز رو باید بگیریم؟ ببین من خودم هر هفته 160-170 تا تست به شما میدم، به نظرتون بیشتر از این میتونید تست بزنید؟ یعنی هفته 170 تا تست رو میتونید بزنید برای زبان و تموم کنید بعد برید یه کتاب دیگه؟ اوکی. و چون فکر میکنم شما تا حالا کتاب زبان تهیه کردید، چه کتاب من چه کتاب همکارام، و چون کتاب های زبان تو بازار همشون خوبن، من توصیه نمی کنم که کتاب خاصی الان بگیرید. بله ترجیحم به عنوان مؤلف اینه که کتاب خودم باشه، جامعه خیلی سبز و برای متن نترسیم از متن انتشارات و مشاوران، ولی فکر نکنم دیگران به صرفه باشه شما برید اگه کتاب منو ندارید کتاب منو بگیرید، یا اگه کتاب منو تموم کردید یه کتاب دیگه. 160-170 تا تسته، همون 160-170 تا رو بزنید به نظرم کفایت میکنه. بعد در کنارش ما هر هفته یه آزمون داریم، هر جلسه ما یه آزمون داریم که قبل از شروع کلاس شما تو آزمون شرکت میکنید، بعد پنل براتون باز میشه، وگرنه اجازه ندارید وارد کلاس بشید. بعد من همون آزمون رو میام خودم اینجا نیم ساعت سر فرصت و حوصله دونه دونه حل میکنم و میگم من از چه زاویه‌ای نگاه میکنم به حل این تستا به عنوان طراح خود تست. به نظرم کافیه دیگه، اینجوری با خود آزمونه نزدیک 200 تست در هفته. 200 تست شوخی نیستا. بله جلسه بعد که جلسه یکیتونه دیگه، از جلسه 2 آزمون اولتون رو میدید. ماشاءالله سرعت چته جوری من سوالا نمیتونم ببینم. رفع اشکال چه روزیه رو اعلام میکنیم.
نیازی هست نوبانو ببینیم. آها اینا هم باز باید ببینیم چه جوریه دیگه. بچه‌هایی که مثلا هی دارن میپرسن من برم نوبانو ثبت نام کنم یا اینو ببینم، ببین نوبان بالاخره 20 جلسه مفصل 2 ساعته است، این 10 جلسه فشرده و نکته و تستیه. باید ببینید کدوم با کدوم ریتم شما راحت تر کنار میاد. ولی همین الان به حکم جنگ اول به صلح آخر